خوش آمدین و ادامه برنامه روز مادر مبارک باشه و ما هم خواستیم که در این بخش برنامه و نمایندگی از همه مادران عزیز دو مادر عزیز اینجا دعوت کنیم، مادرانی که فعال هستن و در کنار از اینکه مسئولیت کودکان و خانه خود بر عهده دارن در بیرون از خانه هم کار میکنن. مهمانای ما امروز فاطمه محبوبی و نیلوفر نگاه هستند. فاطمه جان سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام به شما سلطان بخیر. سلام جان، خوش آمدید. شما بخیر. صبح همکارای ما بخیر. و بسیار خوش آمدین. میگن هیچ قهرمان بزرگتر از مادر نیست. امروز دو قهرمان داریم که با این همه دشواری‌ها و سختی‌هایی که هستن میاین کار میکنن، زحمت میکشن و در خانه هم میرن اللالو لالو گفته فرزندای شیرین خود هم به خواب میبرن. نیلوفر نگاه هم انجینر هستند. سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدید. سلام مریم جان، بسیار خوشحال هستم که هر دویتان از نزدیک میبینم، واقعا علاقمندتان هستم. زنده باشید. و صبح مقبول و زیبای تابستانی را به همه هموطنان عزیزم از طریق پرده تلویزیون طلوع برنامه بامداد خوش سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم. زنده باشید. تشکر هم میکنیم از رفیع جلالی که گوشه دیگر رفیع جان اونجا مصروف عزیز هستن تا با این مادرای مهربان دستگل آماده بسازه و ما هم اینجا با می دستگل زیبا از این مادرها میزبانی بکنیم. تفلکام دیگه مال خونده شدن دیگه. نام یکی شیاد دارم، سترجان، اما سترجان و نام اسرا. سلام سلام، چطور هستی شو؟ با گفته مریم صبح آمد پر انرژی بود. اینجا خورخنده دیگه پیدا کردن. نام قندوله که دیگه چی است؟ مهرو نگاه. مهرو نگاه حالا چشم نشه خانه رفت اسپند کنین. کسایی که چشم میکنند اما چیزی که تخته و گپا سینما دایی نمیزنه. شیشه؟ شیشه هست دیگه، تخته نداره. خب نیلوفر جان بر ما در مورد کار و فعالیتتان بگین. چند سال میشه که کار میکنین و چند اولاد دارین؟ من از سال 2012 که تقریبا اینا 6 سال میشه که من کار میکنم، با دوایر دولتی، دفاتر خارجی اینجوها کار کردیم و کارم بسیار خوب بوده. راضی هستم تا فعلا کمی پیشرفت که داشتیم و فعلا من در وزارت داخله به حیث کارشناس در بخش انجینیری کار میکنم، ریاست تعمیرات و پروژه هایی که برای خانم ها کار میشه تاسیسات در بخش جندر حقوق بشر اطفال پیش میبرم. بسیار خوب. و محبوبت فاطمه جان، حالا نامم اشتباه میکنم گاهی وقتا و بسیار میبخشید که من یک تفلک دارم، یک دخترک است دیگه، طفل اولی ماست. خوب است، خوب است دیگه. ایام همون تو قندول نازنین است نام خدا. از دید شوخکا بگو که چقدر برات شیرین هستن اینا. ایمال جان اولاد بر مادر کش یکی میباشه در کل. نمیشه آدم قضاوت کنه که کدامش زیاد شیرین است. خب بر صورتش رفیق 5 ساله ما است. اصلا جان هنوز 2 سالش از کامرای ما است. با رفیق شوخ از خانه که میری خستگیت با دیدن از اینا رفع میشه. ولی ایمال جان نام خدا بسیار شوخ است. در این حال بسیار دختر باهوش و با استعداد است. اون که ستره چیز میگه، چی میگی؟ ستره بلند بگو. راست کجا میرفت از مکتب میآمد. اسرا علاقمند کوچه است، باید کوچه ببری. و امرای خورک خود چقدر رفیق است؟ رفیق هستی امرایش؟ چقدر؟ جنگ نمیکنی خو امرایش؟ یک دفعه مکتب میبریش امرای خودت؟ خب با نیلوفر خودتان از کودکیتان بگوین، از امو دوران شیرینتان بگوین که من در نخست گفتم که مادرها اللالو لالو بچه‌ها میگن. بله بله، واقعا دوران طفلی دیگه یک دورانی است که پس نمیآید، همونطور که گذشت به دستش نمیاریم و باید به اطفال خود امو موقع را بودیم که از هر لحظه از او طفولیت استفاده کنن. نباید به عنوان ای او که تو دختر هستی، تو پسر هستی، تو بیرون نبرای، تو نکو، نباید اونمو فرصت ازشان بگیریم چون اون فرصت دیگه به دست نمیآید. واقعا من دوران طفولیت ما در بدخشان تیر کردم چون یک دختر همیشه جنگجو بودم، همیشه مقابله کردیم. ما بهترین دوران کودکی را تیر کردیم همونطور در کوچه و در مکتب. در کوچه هیچ وقت یادم نمیره روز نداشت. واقعا ما شبانه یعنی خفتن از آن میداد، بعد ما خانه می آمدم تمام روز در کوچه ها بودم، ساتری نه تنها با دختران، من زیادتر همراه بچه ها ساتری میکردم چون نمیخواستم این تبعیضی که باید بچه ها از دخترها جدا باشن امید وجود ما باشه و ما همیشه اینا متر بودیم. برادرها پس میگفتن که یک برادر دیگه هم داریم نیلوفر است در کنار ما. واقعا همیشه حتی در کار همیالی هم اگه میگن ما تو مثل یک برادر هستی با ما، به خاطر که اونجا دیگه خانم ما هستن اما همراهشان اوقدر صمیمی که هستن مثل من نیستن. باز میگن تو مثل یک رفیق، یک برادر هستی همراه ما. دیگه بسیار خوب بود دوران کودکی من. و خدا را شکر که هر مادر بتونه که دوران کودکی خوبی را سپری کنن. فاطمه جان میگن که آدم از دل مادر خود زمانی میایه که خود آدم اولاد داشته باشه و وقتی که نمی اولادا را کلان میکنی باز میتونی خوب مادر را احساس کنی و مادر را خوب میتونی درک کنی. از تجربه خودت بر ما بگو فاطمه جان. مریم جان اولی که فراموشم شد که روز مادر برای مادر مهربان و مادر دوست داشتنی خودم و در این حال مادر جانم خوشوی مهربانم که دست موفقیت دست اوناس و پشت ما که با موفقیت ها رسیدیم. برشان تبریک بگویم، دستایشان از دور میبوسم و در این حال سوال شما بسیار خوب سوال است و قنم قسم است. چا که مادر نمیشه درک نمیکنه که مادرش با چه مشکلات روبرو بوده، هیچ درک نمیداشته باشه آدم تا که در اون وضعیت قرار میگیری واقعا میفهمی که مادر بودن یعنی قربانی، یعنی فداکاری، یعنی از خودگذری است دیگه. مادر از وقتی که نطفه در وجودش انعقاد میشه تا اینکه طفلش به دنیا میاد تا آخر عمر در قربانی است و از جوانی خود، از صحت خود، از همه چیز خود گذشته به اولاد فکر میکنه و به خوب بودن اولاد، به خوشی های اولاد فکر میکنه. واقعا ساده مادر نشه نمیتونه درک کنه. بله و نگاه چوچگک ما گاهی وقتا که این انگشتکش به دانش نمیباشه، انگشتک خود نمیجوشه و جگر خون می باشه، احساس میکنی که جگر خون می باشه، خودت امو لحظه چه حالت داشته می باشه؟ حالا من چه قسم او احساس برتان هیچ نمیتونم به تصویر بکشم به خاطر که باید یک مادر باشی که او حس بفهمی. این دیگه دختره که آرام خوب است. چقدر وقت است؟ 8 ماه. اگر همین کلکش او طرف کنی دیگه اعصابش خراب میشه، کل جایم میگیره. خوابم که است همین کلکش در دانش است، بیدارم که است در دانش است دیگه خوب است. یعنی بسیار مشکلات خود دارد. طفل کلان کردن بسیار مسئولیت کلان است و هم قسم که شما گفتین تا وقتی که مادر نشی نمیفهمی که مادر بودن یعنی چی. و ما واقعا از طریق تلویزیون شما و تمام مادرای سوگوار و درد دیده افغانستان که همی غم و درد اولاد کمرای وار خم ساخته، من میخوایم قامتشون همیشه مثل همیشه استوار و بلند باشن و آرزو دارم که هیچ مادر دیگه غم اولاد نببینه به خاطر که من خودم یک مادر هستم درک میکنم که سری اون مادرها چی میگذره. بله خب من دوست دارم که با شاخه گل امروز ما و مریم جان و همکارای ما امروز اینجا از شما قدردانی داشته باشید و او گوشه هم رفی جان است، گل آماده کرده روان است، مریم جان هستم. بله ما معذرت میخوایم که امروز ما آدم گل فروشی هم شدیم. خب نیلوفر جان در مورد ازی بر ما بگوین از تجربه های خودتان که او زمانی که خودتان طفل بودین چی رقم به مادرتان روزا تبریکی میگفتین؟ آیا کدام خاطره جالب به ذهنتان است از روزا، از دورانای خودتان؟ از دورانای ما متاسفانه مادرکم از 2 سال پیش از دست دادم. واقعا خداوند رحمتشان کنه. تشکر و آرزو میکنم کاش که مادرم امروز می بود که من خاک پایش بوسه میکردم. واقعا اینقدر زحمتی که مادرها میکشن ما هیچ کدام ما تا که مادر نشیم درک کردن نمیتونیم چون ما در موقعیت قرار نگرفتیم تا اونا رو درک کنیم. ما تقریبا چون دوران طفولیت و خردی همیشه با زندگی مشکلات دست پا میزدیم دیگه، او وقت چیز خاصی نداشتیم که پول و این چیزا باید برم با مادرم تحفه بگیرم، اما همیشه می آمدم بغلش میکردم میگفتم مادر جان روزتان مبارک. دیگه از او بیشتر چیزی نداشتم من که برشان بدم، فقط اونمو محبت که برش داشتم بغلشان میکردم. فکر میکنم بزرگترین هدیه است که کسی مادر خودش واقعا دوست داشته باشه، احترام برش بگذاره و قدردان مهربانی هایش باشه. بله و نگاه چوچه ما هم گل میفهمه، طرف گل نگاه کرده روان وان که خورتره که دیگه نمیفهم اینجا چی را دیده بسیار خوشش آمده. فاطمه جان این تقدیم شما، بفرمایید بشینید. بفرمایید این هم تقدیم شما باشین. صدره ما میگه که من ترانه مادرم میخوانم، بخوان بر ما مایک داره. خب مایک ندارم، میشه از مایک فاطمه جان استفاده بکنم؟ میشه نه؟ میشه از همونجا میگیره صداش. خب بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. ترانه مادر. مادر نازنینم، رنج ترا نبینم، چراغ خانه ای تو، خوب یگانه ای تو، تو مای آسمانی، عزیز و مهربانی، قرآن پاک روشن، از تو بگفته بر من، بکشا به سویم آغوش، حرف ترا دهم. آفرین، چک چک میکنیم دیگه. این خود دختر لایق است. بسیار دختر لایق. خب فاطمه جان اگر صحبتی باقی مانده بشنویم از خودت. بسیار تشکر مریم جان. من به نوبه خود بر تمام مادرای دردیده و رنجیده افغانستان روز مادر تبریک میگم و در این حال آرزو میکنم که دیگه هیچ رنجی از اولاد خود نبینن و دیگر هیچ خونریزی در وطن نباشد تا مادرها رنج نبینن و درد نکشن. و از شما بسیار تشکر میکنم که مروای دخترکایشو خوب نواد کردن. بسیار تشکر. تشکر از شما. برنامه ما همونطور یک رنگ بوی دیگه مثل از این گلها زیبا ساختیم. بسیار تشکر نیلوفر نگاه. من به نوبه خود بازم یک بار دیگه روز مادر به تمام مادرای افغانستان به خصوص بخشوی مهربانم تبریک میگم و همچنان یک پیام دارم به تمام پدرای خانواده. ای که مسئولیت تربیت فرزند و کارخانه تنها مسئولیت خانم ها نیست و باید با خانم های خود در تربیت فرزند خود همکار باشند تا ما بتانیم اطفال بسیار با فرهنگ و مهربان به جامعه تقدیم کنیم تا از این خانواده شروع شود و به شهر و کوچه و اجتماع گسترش یابد تا ما یک افغانستان خوب و عاری از فقر و خشونت داشته باشیم. تشکر. زیاد خوش آمدید به برنامه. سلامت زنده باشین. وقفه میگیریم.